Did you watch شما Biden's speech سخنرانی last رئیس night? جمهور What بایدن did he را talk تماشا about کردین؟ Biden's نظر speech شما در مورد اظهارات بایدن در on قبال جنگ Afghanistan? افغانستان چیست؟ I من haven't تمام watched the speech سخنرانی را last تماشا night. I نکردم، اما hear about گزارش های what خبری زیاد Biden در این مورد را دیدم. فکر می کنم که بسیار واضح گفت و تصمیم روشن در قبال افغانستان گرفته است. یعنی برای ما جای تعجب نبود، به خاطر که ما همه برنامه ریزی داریم و وضعیت را تحت نظر داریم، به خاطر که اعضای اتحادیه اروپا کشورهای عضو ناتو هستند. شما در مورد سرنوشت افغانستان چی نظر دارید که چی خواهد شد؟ موقف اتحادیه اروپا در قبال افغانستان پس از خروج قوای آمریکایی از چی قرار است؟ فکر می کنم که مسئله کلیدی اکنون در تصمیمی که ما گرفته ایم و برای تصمیم گیری آماده کرده ایم چیست؟ چه چیزی مهم است که خروج نظامی به حیث ترک دیپلماتیک سیاسی دیده نمی شود؟ ما مانند سایر کشورها در افغانستان باقی میمانیم و روابط دیپلماسی می داشته باشیم و با تلاش های سیاسی خود برای راه حل صلح‌آمیز افغانستان ادامه می دهیم. تا زمانی که وضعیت امنیتی اجازه بدهد ما به حضور دیپلماتیک، کمک های انکشافی و بشری خود در افغانستان ادامه می دهیم. همه مسئولیت روشن دارند و باید تصمیم بگیرند و اگر ما بتوانیم به یک راه حل صلح‌آمیز در این جنگ دست بیابیم به نفع همه خواهد بود. برای جلوگیری از سقوط حکومت افغانستان و اردوی این کشور اتحادیه اروپا چه اقدام خواهد کرد؟ آنچه که باید انجام شود این است که آنچه مشترکاً روی آن توافق شده است عملی گردد، یعنی اینکه بین حکومت افغانستان، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی مشترکاً تصمیم گرفته شود. یعنی اینکه بین حکومت افغانستان، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی مشترکاً تصمیم گرفته شود. باید بدانید که ما به کمک و حمایت خود از سکتور امنیتی افغانستان ادامه می دهیم و در ساحات مختلف در افغانستان به فعالیت های خود ادامه می دهیم. با آنکه همه چیز مربوط تهدیدات آنی در آن کشور نیست، اما در دراز مدت باید پلیس ملکی اضافه شود و آنها نظم قانون را در کشور به وجود آورند و فکر می کنم که همه روی این موضوع با هم توافق نظر دارند. طالبان برای برخی از سیاسیون افغان نامه فرستادن و از آنها خواستن تا با طالبان مذاکره کنند. به نظر شما چرا طالبان تلاش می کنند که افراد از حکومت افغانستان جدا بسازند؟ از گزارش ها در این مورد آگاه هستم، اما نامه مشخصی را ندیدم. آنچه واضح هست این است که تا چه حد این پیام ها یا ارتباطات جدی هستند. اگر با 15 سال قبل نظر بیاندازیم، برخی اوقات سوء تفاهم ها وجود داشت و روابط مشکلات داشت. به همین خاطر اگر چیزی از طرف طالبان برای ما برسد باید جدی گرفته شود و آن را بررسی کنیم. اما شما می دانید که طالبان در دوحه هفته ها را سپری کردند و تا جایی که من آگاهی دارم آنها در هیچ مذاکرات جدی شرکت نکردند. بخش ارتباطات بین دو طرف مذاکره کننده به بنبست رسیده است. نمیدانم که چرا طالبان اکنون می خواهند همچون نامه ها را به دیگران بفرستند در حالی که فرصت های زیادی برای آنها وجود دارد. تا اکنون ما تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان را در دوحه داریم و همه فرصت ها برای مذاکرات جدی فراهم شده است و اگر مذاکرات جدی صورت گیرد یگانه راه حل آن دست یافتن به صلح در افغانستان خواهد بود. اتحادیه اروپا روی مذاکرات برای دست یافتن برای حل سیاسی افغانستان تاکید میکنه و شما گفتین که طالبان نباید فرصت شرکت در کنفرانس استانبول از دست بدهند و مذاکرات دوحه هم است. چطور میتوان طالبان را به میز مذاکره کشانید؟ دیپلماسی هیچ وقت متوقف نمی شود و ما تا آخرین لحظه به این روابط خود ادامه می دهیم و تلاش می کنیم که همه را به میز مذاکره گرد هم بیاوریم. ما از تلاش های ترکیه در این راستا قدردانی می کنیم و برخی کشورهای دیگر و اعضای اتحادیه در این قسمت فعالیت دارند. به نظر من چه اتفاق خواهد افتاد این که از همه این فرصت ها چشم پوشی گردد. ما به یک راه حل از طریق مذاکره نیاز داریم که صادقانه بگویم به خاطری که هر بار یک ناآرامی بعد از ناآرامی دیگر اتفاق می افتد و اگر جنگ های نیابتی ادامه یابد هیچ کس برنده نمی شود و همه ما شکست می خوریم. زلمه خلیلزاد در استماع کنگرس آمریکا در اعلامیه خود گفت ایالات متحده کمک های افغانستان را در صورتی که طالبان بخواهند از حقوق بشر و اقلیت ها تخطی کنند متوقف خواهد ساخت. موقف اتحادیه اروپا در این قسمت چی است؟ این موقف مشترک ما با ایالات متحده است و ما با کشورهای بزرگ امدادگر با هم کار میکنیم که اگر به یاد داشته باشید خزان سال گذشته همه روی یک اعلامیه کلیدی توافق کردند، به این معنی که ادامه کمک های به افغانستان مشروط به حفظ حقوق بشر،
حفظ ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان خواهد بود. در افغانستان همه چه زن و چه مرد باید از حقوق خود برخوردار باشند. این نکته کلیدی اعلامیه بود. در صورتی که به این ارزش‌ها احترام گذاشته نشود، برای ما بسیار دشوار خواهد بود که کمک‌های انکشافی و روابط خود را با حکومت افغانستان ادامه دهیم. این مسئله بسیار واضح است.